سلام بچه ها، خوش اومدیم به اپیزود چهارم واکترو و داستان بازی هالو نایت. اگر متوجه شده باشید، حالا نمیم چقدر داره به چشم میاد، دوربین هم من برای از این به بعد دوایی تغییر توش دادم، یه دوربین بهتر گذاشتم. امیدوارم که کوالیتیش و اون کیفیتش مورد توجهتون قرار بگیره. خدمت ما چرد که توی اپیزود قبل ما رفتیم توی فانگال ویست و اونجا رو قشنگ کارش انجام دادیم. البته تمام کار هنوز انجام نشده، کار داریم هنوز. از اون سمت پاشدیم رفتیم پیش در واقع روستای منتیس ها و کارهای اون ور رو انجام دادیم. وقتی که کارمون اون ور تموم شد، توی در واقع یک منطقه جدیدی افتادیم تحت عنوان دیپ نست که توی اونجا راهمون رو دیگه داشتیم گم میکردیم، ولی خوبی قضیه این شدش که تونستیم یک آیتم خیلی خیلی مهم پیدا بکنیم که بلیت تراموا بود، که حالا از این به بعد ما میتونیم بین تراموها هم حرکت بکنیم و مناطق جدید توی بازی کشف بکنیم. توی این اپیزود خیلی خیلی کار داریم، امیدوارم با من همراه باشین. این واکترو خیلی 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 کار داره و البته اینم بگم که این واکترو پلاتینوم تروفی یا 100% اچیومنت نیست، اما مراحل رسیدن به در واقع این تروفی ها رو خدمتتون حتما میگم. امیدوارم با من همراه باشین. این ویدیو رو اگر دوست داشتین لایکش بکنین، کامنت و سابسکرایب هم که یادتون نره. از اون سمت اگر دوست داشتید با دوستاتون شیر بکنید که اونا هم به کامیونیتی ما اضافه بشن و بتونیم روز به روز بزرگ و بزرگتر بشیم. با من همراه باشین تو این اپیزود ببینیم که هالو نایت برامون چه چیزایی داره. خیلی خب بچه، ما تو اپیزود قبل پیش سالوبرا بودیم و ماری اوسو. خب بچه، خدمتتون عرض شود که ما حتما باید اینا رو به تدریج سراغشون بریم و خریداشون رو بزنیم و چهار ماه دیگه پیدا بکنیم که بتونیم به این یکی هم برسیم و بتونیم یه مقداری وضعیت بیلدمون رو بهتر بکنیم. خرید مایید زیاد انجام دادیم، ولی خب به تدریج پولمون رو بیشتر میکنیم، چون گفتم ما حتی قراره پیش اون بانک داره بریم 4500 تا هم پول پیش اون بذاریم. در نتیجه مثل همیشه هر چی پیدا کردید و هر موجودی که پیدا کردید رو سعی کنید بکشید. ایناشو نگیرم. و اینکه بچه الان مگر بخوام دیگه اینجا برای من بحث تراموا دیگه باز میشه و من میتونم دیگه مثلا کارهای تراموا رو انجام بدم، اما فعلا بخاطر این کار نکرده زیاد داریم. فعلا اینجا های چرخه که میزه کارهای اینجا رو قشن انجام بدیم. این بازیکن که کارشو بلده. این چقدر خوبه پوگو کردن رو میتونید تو اینجا خیلی خوب یاد بگیرید. اینجا هم بیایم و این چیزه رو یادم هی میره که دارمش. یوپ بله. خب ما باید بچه یه سر بریم چیز، یه سر باید بریم پیش چیز، یعنی باید بریم توی مثلا ایستگاه ملکه رو میتونیم بریم، مصر سبز هم میتونیم بریم. بزنم ایستگاه ملکه کجا میشه؟ کوین استیشن از کجا در میومد؟ کوین استیشن. ایوال این خوبه. یه مقداری بیایم سمت فانگال ویست و اینا. آی آرام باش. شیت چجوری
اونجا دمیج همه چی چی نخوردم. بیام این برتر ببینیم وضعیتمون چطوره. خب ما اون سمت راست رو که باید بریم، یعنی این برا رو که حتما باید بریم، اما اینجا ها هم یه سری کارا داریم و به نظرم مثلا اینجا رو که حتما اصلا مسیر اصلیمون اصلا اینجاست امروز، ولی اینجا ها هم یه سرکی بکشیم دیگه. نظر مثبتتون چیه؟ ببینیم اون بچه خبره درنچه واسه این خیالم راحت بشه. اونجا که هیچی، اون بالا هرم میتونم برم، یعنی مثلا اینجا هم بیام که این دروازه اینم مثلا باز بکنیم. اکشه بذار بریم این برای یه سر. او شت، الان دیدم که اینجا چه خبره، چه دیمونه خونه ایه اینجا. او این بالا هم راستی داستان داره. بوم. خب بدنم این آی الان دیگه میشه از اینجا ها حرکت کرد و رفت. اینطوری ایزی بابا کای نره که دفترچه سرگردانه دیگه برمیداریم. اینا رو گفتم بعدن یه جا میریم میفروشیمشون و لور داستانی، لور درست و حسابی و مفصل داستانی پیدا میکنیم و کلی سوژه گیر میاریم. خب این بالا، آره سر بیم این بالا. دوب 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 بمیر. چجور نموردی؟ چرا تو کتک باید بخوری تو بمیری؟ خب آره ما میتونیم این بیاییم بریم و همور بریم بالا. اون سری این برا رو من نیومدم، اما الان این برا رو میاییم. خب ببینم این بر... آه این بر نمیشه را آه بخاطر اینکه این آب است دیگه. منم خجستم قشنگ باز خودم ها. این برم بچه بعدم میتونیم بریم، الان خب طبیعتا این آب الان بهمون چون دمیج میزنیم نمیتونیم کاریش بکنیم، ولی بعدم میتونیم پیشش بریم. بچه اینجا هم یه بابایی هست، این عزیزی که دارید میبینیم، این پاخوره اسمش رسمن چیز لگ ایتره و دمی که سعی نکن دوزدکی ها کنم رد چه میتونم بوتو حس بکنم. جیو های زیادی جمع میکنی، بهم جیو بده تا به چیزای خوب نشون بدم. این بچه ها چیزای آیتم های خیلی خیلی خوب داره، سه تا آیتم داره که شما میتونید این سه تا آیتم رو تبدیلشون بکنید به چارم. خیلی هم بعضشون گرون هم، مثلا یکیشون که خیلی گرونه، پس بذار باید نشون بدم. نها کن دلت خواست، اگه واقعا میخوایشون معاملهشون میکنم در ازای جیوهای بیشتر، در ازای جیوهای بیشتر جیوهای بیشتر. خب ببینین اینجا رو بچه ها، سه تا آیتمه که اینا همشون ببینین قدرت شکننده، حرص شکننده و قلب شکننده. اینا شما وقتی کویپشون میکنید، وقتی که استفاده میکنید و اون وسط به هر دلیلی بمیرید، اینا میشکنن و شما باید دوباره بیاید پیش ایشون واسه اینکه این تعمیرش بکنه. ولی یه DLC بازی داره که خود بازی رو بخرید اون DLC ها براتون به صورت فری باز میشه که DLC گریم باشه. توی اون DLC گریم شما میتونید با پرداخت پول بیشتر اینا رو تبدیلشون بکنید به چارم و به عنوان چارم نگهشون دارید. حالا هر کدوم چی کار میکنن؟ قلب شکنده، این یکی گرانبهاست، طلسم زیباییه، مخصوص تو ساختمش. اگه تو دستت بگیریش احساس سلامتی خیلی بیشتری میکنی. اگه ترس از مردن داری این طلسم قطعا واسط واجبه. خب این یه جورایی به بحث جون ما مرتبطه. این یکی چی؟
یه تلسم خیلی خیلی خاص، دلت میخواد جای بیشتری پیدا بکنی، این تلسم رو بگیر و بگی دستاتو برو شکار. این عملا براتون جای بیشتر دراب میکنه. و این یکی قدرت شکنده، تو ضعیفی نه، باید بهم جیو بدی. اگه بدی این تلسمی که ساختم رو بهت میدم، این تلسم قوی ترت میکنه، باعث میشه دشمنات و هر کس دیگه بالاخره ازت بترسن. در واقع قدرت ضربه هایی که میزنید با این تلسم بیشتر میشه و با این چارم میتونید حسابی پاره بکنید دشمناتونو. و اینو ما حالا استفادهش میکنیم، بعدا به کارمون خیلی میاد. اینجا هم اگه بخواید میتونید بشین. خب خیلی چیز خفنیه چیزایی که این داره، میگم بعدا حالا تبدیلشون میکنیم اینا رو به آیتمی که بخوایم باهاشون کارهای جذابی بکنیم. ولی الان فعلا دستم یهو خورد، تا داشتم با دکمه بدی هم بازی میکردم واقعا. این کجا میرم؟ اما که خبری نیست، همین راحتی این بازی کن. موانع رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره. گفتم تمرین اینطوری ضربه زدن بکنید خیلی توی استیجایی که مجبور میشید پلتفورمینگ بازی رو انجام بدید کارتون خیلی راحت تر میشه. واسه همین از حالا این مدل ضربه ها رو سعی کنید تمرین بکنید، به کارتون میاد. خب این برای یه داستان داریم، این برم داستان دیگه داریم و جای خاصی خیلی نمیخوره. اوکی میم بالا به جای آیول، به جاهای خوبی داریم میرسیم. دیدی نه کجا در اومدم؟ اینجا من قبلا بودم ها، اینجا همون جایی که تو اپیزود فکرم اول یا دوم اومدیم کلی آیتم برداشتیم و اینا، اینجا همونه در واقع. منطقه جدید تایی نیست، قبلا بودیم مشابهشو و از این جهت دیگه چیز پیچیده و عجیب و غریبی نداره. بعدن حالا من مثلا اینجا حالا میتونم باسم که اون آسانسور هم برای من باز بشه که بتونیم کاراشو راحت راحت دیگه انجام بدیم. خب الان چیزی که هست این وقت نمیتونم بیام، میام پایین و ترجیحم اینه که میتونم هم چیز کنم، برم فست ترافل کنم بیام اینجا، بعد از اینجا دیگه داره برم دیگه، دو ساعت اینا رو نیام پایین، درنشون میرم برای فست ترافل. چرا الان اون رو زدی به من؟ اینجا رو حالا بچه اینا رو نشستن نه قیبت میکنن، مثلا خیلی خندن دوتا اصلا نشستن نماز خوشون قیب نه. حالا بعدا میتونیم آمار بگیریم که اینا اصلا دارن چی میگن، با کی کار دارن و فازشون چجوری. این نشستن نه با خوشون حرف میزنن، میام جلوی و واسه دوباره میشنن قیبت، خیلی نمکن اینا. خب یه سر بیم بریم پایین، از اینجا بریم که برامون راحت بشه. کجا بودیم؟ فکرم اینجا هم نیومده بودم، زید ببینم، فکر میکنم، مطمئن نیستم. نه اینجا قطعا نیومدم، چون اینجا میخوره به یه آیتم خیلی خیلی مهم. ایشون دوتا دیگه اگر به دست بیاریم دیگه میتونیم بخش بعدی هلتمون هم اکتیو بکنیم، که این خب خیلی خبر خوبیه. دو سه تا پوله هم باید میومد. خب اوکی Thank you.
کاتاکامب جلو میخزه. دوره خیلی نزدیکتر و سریعتر میتونستیم برسیم دیگه. بلینگ 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 بلینگ. خب بریم ایسکای مرکی یا همون کوین استیشن. اینکه حالا چرا بشیم کوین استیشن، اینم خوش داستان ها. کوین کیه یا همون ملکه کیه اینجا؟ ما خود شاه هم ندیدیم، چرا برسه به ملکهش؟ خب بیایم اینو بالا، بعد بیایم پایین. اوکی الان دیگه میام یه سر نو پایین. بوب بوب بوب. خب من اگر بیام برم راست وزم بهتره. این بازیکن با خودش درگیری داره. خب دیگه فقط من ببینم که اون بر چه خبر اون پایین. اینجا نایمده بودم، چرا اینجا اومده بودم؟ اون بر ترش نایمده. خب خب این برا این برا چیز میخواد، دبل جامپ میخواد. الان نمیتونیم اینو هیچ جوره بریم. خب پس اینو یه مارکی روش میندازم که بعدا اگر خبری شد بتونم راحت بیام. از این البته اینجاها مطمئن باشید خیلی کارا هست که میشه انجام داد و اینا. به وقتش حالا میایم موقع تمیزکاریای آخر بازی خیلی اینا رو راحت میایم و میگردیم و کاراشو انجام میدیم. اینجا نگرانی ندارم. خب پس بهترین کار اینه که الان من بیام این بالا و اینجاها رو بگردیم که وارد لند جدید بشیم، لندی که فوق العاده مهمه. پولامو بدید بیاد. متشکرم. خب ما الان دیگه میتونیم بیایم وارد یه جای جدید بشیم. بوم. خب بریم پایین فقط ببینم خبری هست یا نه. خب این همون جایی که دیدیم که چیز بود، هورنت هم از این ور اگر یادتون باشه رفته بود دیگه. خب تو اپیزود قبل دیدیم که هورنت از اینجا رفت. خب در اینجا زائران، راه زائران به پایان میرسد. قلب لانه مقدس در پیش رویت گشوده شده است، به پیش گام بردار و در شکوهش سهیم شو. از اینجا انگار داریم ما میرسیم وادی بخش خیلی مهمی از امپراتوری. دقت داشته باشید که چی میگه قلب لانه مقدس. منظورش چیه؟ اشاره داره به این که داریم به خفن‌ترین بخش این امپراتوری داریم یه جورایی نزدیک میشیم. این چه حرکتی بود من کردم؟ این بازیکن یه مقدار با خوش درگیری داره، نگران نباشی همه چی تحت کنترله. یه سر بریم این بر. دوباره این هست که میتونیم یه مقداری پر کنیم خودمونو. ای گند زدم. ای اب نه. خب بچه این ور در واقع برای ما یه حالت شورتکات طوری باز میشه
اونجایی که نمیتونستیم بیایم و... یعنی اگه من تو اپیزود قبل میخواستم دنبال هورنت بیام اصلا نمیتونستم کاری بکنم، چون این ابیلیتی که به دیوار بخوام اینطوری بچسبم و نداشتم، اما الان دیگه دارمش. اما باز هم ما اینجا کار داریم. این هم میزنیم این بر و راه این برمون هم چی باز میشه. اما بچه یه نکته خیلی جالب اینو نگاه کنین، این قیافه این شخصیت باید براتون آشنا باشه. فالس نایت یا همون شوالیه دروغین رو اگر یادتون باشه که ما توی اپیزودهای اولیه زدیمش، بذارید پیداش بکنم. فالس نایت و اینا، شوالیه دروغین. خب این در واقع ورژن واقعیش، حالا نمیگم این ورژن واقعیشه، ولی داریم میبینیم که اون فالس نایت آرمورش رو ما داریم اینجا داریم میبینیم و یه داستانی وجود داره که تا حالا ما اونو یه جایی دیدیم، یه آیتمی هم ازش گرفتیم و اون آیتم رو داریم میذاریمش اینجا. اون آیتم رو اگه یادتون باشه این بود دیگه، وقتی فالس نایت رو زدیم گفت نشان شهر تخت سنگ که نشان پایتخت لانه مقدس بران حک شده است، در پشتش زبانه ای دارد که احتمالا در نوع شکاف در واقع جا میگیره. پس ما الان ها مجسمه بزرگ از یک شوالیه سوراخی بر سینهش دیده میشود، وارد کردن نشان شهر میگیم بله، و ما با گذاشتن اون دروازه های پایتخت این شهر برومون باز میشه. این هم یه جای حالت سیکرت تور بودش که واردش شدیم. اینجا رو میبینین زمین زیرم میلرزه، این هم حالا گوشه ذهنتون داشته باشید، با این کار داریم. این هم من براش یه دونه چیز میذارم که بعدن اینجا یه سرکی بزنیم. ما داریم وارد یک جای فوق العاده زیبا میشیم. بچه اینا هم دشمنای جدیدن که کامیکازه میکنن، میان و خودشون رو میکنن زمین رو میمیرن، مراقبشون خیلی باشی. این بر بسته سلا بعدم باز میکنیم. این هم بچه ها دشمن های جدیدن، خیلی راحت میتونید بزنیدشون، 4-5 تا میخواهن و میبینن. یعنی الان اینا جز دشمن های قوی بازی محسوب میشن. واقع باشی بوم. کجا؟ من به دیوارا ضربه میزنم که اگر این وسط چیزی بود، اوه ضربه ها تو دوست نداشتم، که اگر این وسط چیزی بود بتونیم ترجم متوجهش بشیم. این برای ببینی بارون داره میاد، ما میگه موزیک فوق العاده زیبا و آرامش بخش دارید میشنوید. و بچه اینجا آسانسوراش کلا اینطوری کار میکنه، میزنید این مثلا اینطوری رو میره پایین. یه بخش داستانی، دروازه های بزرگ محرموم گشتن، احدی وارد نخواهد شد، احدی بیرون نخواهد رفت. چرا؟ چرا دروازه های شهر بسته شده بوده؟ برای چی مردم نباید وارد و خارج میشدن؟ مردم چرا داشتن ایزوله میشدن توی این محیط؟ چه چیزی وجود داشته؟ با چه منطقی؟ میخواد این بچه روش تیغ داره؟ من دیگه اونطوری نرفتم. اپ ببین کی اینجاست؟ نه مینوبیس، پایتخت درست پیش رومونه دوست من، چه جای غم انگیزیه و با این حال پاسخ خیلی از معماها رو توی دل خودش داره. من هم نیروی جاذبه این شهر رو احساس کردم،
گرچه الان که در برابرش ایستادم برای ورود بهش مرددم. نمیدونم از ترسه که نمیتونم جلوتر برم یا یه چیز دیگه. به نظر میاد شهر رو در دل یک غار غول‌پیکر ساختن و بارون از بین شکاف‌های توی سقف پایین می‌ریزه. حالا اینکه چه جوری داره بارون توی اینجا داره میاد و اینجا خودش یه حالت غار طوریه اما توی فضای باز داره بارون میاد، خودش داستانی که حالا بهتون میگم، خیلی بامزه است. احتمالاً یه جایی اون بالا کلی آبه. اگه سقف غار تا الان خیلی مستحکم بوده بگمونم الان هم واسه ما دووم میاره. قبل از ترک این پادشاهی دوست دارم برم ببینم این همه آب از کجا میاد. عجب منظره ای باید باشه. پس در واقع کویرل اعتقاد داره که این بارون بارون نرمالی نیست و از یک جایی داره وارد این شهر داره میشه. اگه از اینجا پایین رو نگاه کنی میشه از لابلای بارون قراول‌های دیوانه شده رو دید. پوکه هاشون هنوز هم که هنوزه درگیر یه گشتنی بی انتها. منظورش پوکه هاشون موجوداتی که حالو ان خودشون و هیچ ایده‌ای از خودشون ندارن. من اگه جات بودم دور و برشون نمی پلکیدم. دوست کوتاه قامتم. تمرین‌های رزمیشون فراموششون نشده و نمیشه. این شهر دشمنان هولناکی داره. جای محشریه واسه استراحت. نه، به عشق به شدت عاشق صدای خوردن قطره های بارون به شیشه هام. و دیگه خب صحبت خاص نداره، ما اینجا میتونیم بشینیم. اگرچه مپ اینجا رو نداریم، این یه مپ کاملا جدیده که البته تو همین اپیزود خیلی راحت مپش رو کامل میگیریم. موزیک سرزمین رو دارید، چقدر زیباست دیگه. هنر جناب آقای کریستوفر لارکینه که دارید میشنوید. خب این آسانسور چون یهو کامل میره پایین، من ترجیح میدم اینجاها رو آروم آروم برم. اینجا هم که تا دلتون بخواد از این آیتما ریخته. به سیتی آف تیرز یا شهر اشک ها خوش اومدید. این یه جورایی میتونم بگم بزرگترین سرزمینه توی بازیه بچه ها. یکی از عجیب و غریبترین و در این حال زیباترین سرزمین هایی که توی بازی ساخته شده و من به شخص خیلی دوست داشتم. یعنی جز جایی که هر وقت میام توش واقعا احساس آرامش میکنم. اینجا هم اگه بچه ها بیفتید چیتون نمیشه، تو این آبای اینجا هیچ خبری نیست. اینو به بالاشون ضربه نمیزنن. توی آب هم اگر بیفتن اینا قطعا میمیرن، یعنی شنا بلد نیستن. مثلا من اینو احکاشی میشد بنزمش پایین، ببینید که بیفتن تو آب راحت میمیرن. او این شمشیره کیه؟ صدای دینگ دینگ میاد، انگار یکی داره روی یه آهن داره ضربه میزنه. این همه شمشیر اینجا چیکار میکنه؟ عجیب نی؟ خب بچه این جایی که وارد میشیم، این بابایی که دارید میبینید نقش آندره توی چیزو داره، آندره دارسوز یادتون باشه که بلک اسمیت بود، اینم نقش همون آندره رو داره و بلک اسمیت بازیتون ایشونه. یه میخه دیگه آوردی تا تیز کنم، بذارش رو زمین و بعدم برگرد. البته اگه هنوز نفس میکشیدی. با یکی دیگه اشتباهت گرفتم. دنبال یه میخگری، میخگر منظورش همون بلک اسمیت توی بازی، چون یارو نیل اسمیته یارو اسمش و میخ میزنه. خب یکی پیدا کردی، زیاد اهل صحبت نیستم، ولی اگه میخی داری که به تعمیر نیاز داره پیش حشره درستی اومدی. میخ تو وضعیت اسفناکیه، مشخصه که هنر دست من نیست. با این حال با خرج کردن زحمت و مهارت کافی هر چیزی قابلیت تعمیر شدن داره، حتی اون تیغه شکسته. اگه بخوای میتونم میخ تو دوباره شکل بدم. تیغش چندین برابر مرگبارتر میشه. میگم
اوکی. آه من 251 دارم، دقیقاً یه دونه بالاترشو دارم. شیت. میگیم داداش بزن کارو درار. جونشا. عجو سلام میدونی. پس برمیگردم سر کار. این براتون بچه آپگرید میکنه. منتها بار اول به صورت فقط با یه پولی که ساده میگیره سلاحتون رو قوی میکنه. دفعات بعد ازتون آیتم های خاص میگیره که با گرفتن اون آیتم ها میتونید بیاد و این نیلتون آپگرید بکنید. خیلی 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 اون آیتم ها کم پیدا میشه و تعدادشون مشخصه توی بازی. مثلا اینطور نیستش که شانس دراپ داشته باشه و فلان، اصلا از اینجور داستان ها نیست. لبه های میخت رو تیز کردم، وقتی توی دست بگیریش میفهمی که قدرتمندتر از قبل شده. برو بیرون و قدرتش رو امتحان کن. خب ما اگه بخوایم بازم این کار رو بکنیم، این به اون میگه اگه یه تیکه سنگ فلز بی جلا واسم بیاری، میتونم تو میخت به کار ببرم و بیش از پیش محکمش بکنم. خب در واقع ما باید براش چیزهای جدید ببریم. الان قدرت ضربه هامونو بیشتر میبینیم. یادتونه اینو با 3 ضربه میزدیم اینا رو؟ حالا با 2 ضربه میزنیم. اینا رو اگر با 2 ضربه میزنیم، حالا با 1 ضربه میکشیمشون. پس قدرت آیتم هامونو داریم میبینیم که به مراتب بیشتر شدن. نه اگرم بیفته تو آب دیگه راحت میمیره، ولی البته ما که ببین آها دیدین راحت افتاد تو آب و همونجا هم مرد. خلق ما این برام نیومده بودیم، الان میخوایم اینجا رو بیایم بگردیم. منتها قبلش یه سر من اینو میدم بره بالا، بعد از اینجا وارد میشم. نو ای بابا اوکی به راحتی برو بابا. خب یه دونه مهر دیگه گرفتیم، این آیتم هایی که واسه یه چیز به درد میخوره. بچه بذارید بیام کامل پایین، شاید اینجا بد نباشه اینو ببینید. من اگر بیام اینجا تا یه جایی میتونم جلو بیام و اینا، یا خب اوکیه همه چی خوبه با اینا، ولی من به اون بالا دست من اون بالا دسترسی میخوام. واسه اینکه به اون بالا دسترسی پیدا بکنم، در نتیجه میام این ور و از اون بالا حرکت میکنم که بتونم منطقه بالا رو کامل کاراشو انجام بدم. نگرانم نباشید، اینجا خیلی اولاش خیلی اوکیه و پیچیدگی اوائلش نداره که بخواد اذیتتون بکنه. ایزی. اینا هم که میبینی هی ازشون چیزه نارنجی میرزه بیرون. ایزی. ساعت من اینجا رو بیم پایین، این رو بذارید که این بیادش بالا. و بچه اینجا، اینجایی که میبینید، این همون کسی که ازتون آیتما رو میخره. بهتون گفتم که ما مثلا نشان شهر رو نمیدونم فلان و یه سری آیتما این شکلی داشتیم دیگه. خب اینا رو همه رو این آقای میخره از همون، که حالا درباره هر کدوم این چیزی که میخره تاریخچه هاشون هم بهمون میگه.
وارسون گیان. لم اسمش بچه، لم جوینده عتیقه، ال ای دوتا ام. بله بله، اومدی دنبال چیزای نایاب. آره خب دستتو بکش، این مجموعه مال منه و به ولگردای کثیف نمیفروشمش. با این حال حس میکنم تو سفرات به چیزای جالبی برمیخوری، احیانا دوست نداری از بعضیاشون جدا بشی؟ به ازای هر کدوم باهات یه معامله عادلانه میکنم. خب اینا در واقع اون آیتمایی هستند که ما میتونستیم بفروشیمشون. میبینین هر کدوم چقدر ارزشمندن؟ مثلا این نشان شاه 800 تا میارزه، یا مثلا این 450 تا، این واندرز جورنال یا همون دفترچه سرگردان، این مثلا 200 تا داره میارزه. خب خیلی چیز خوبه، مثلا همین 600 تا، اون بر مثلا 2000 خود، این تقریبا میتونم بگم اون پول بانکداره رو ما باهاش یه جوری میتونم بگم که در میاریم رسما. دفترچه خاطرات سرگردان. با اینکه توی پادشاهی کم نیستن، ولی از رمزگشایی متنشون خیلی لذت میبرم. وقتی کنار هم میچینیشون، یه داستان غم‌انگیز رو روایت میکنن. به نظر میاد سرنوشت با بیشتر کسایی که به خرابه های لانه مقدس سفر کردن نامهربون بوده. هی به همون هر دفعه یه سری چیزای جدید میگه. بازم دفترچه خاطرات سرگردان. شاید بابتشون چیزی زیادی گیرت نیاد، ولی توی غارها زیاد پیدا میشن و شک دارم کس دیگه ای حاضر بشه بابتشون بهت جیو بده. یه دونه دیگه هم بهش میفروشیم. دفترچه خاطرات یه سرگردان. بله بله، این یکی هم به کوهی که ازشون دارم اضافه میکنم. نمیدونم کی فرصت رمزگشایی این یکی رو پیدا میکنم. ترجمه زبانهای مختلف حشراتی که توی این غارها میگردن کار سخت و طاقت فرساییه. حالا مهر لانه مقدس بهش میفروشیم. مهر لانه مقدس چیز خیلی جالبیه. راجب 5 شوالیه بزرگ پادشاهی چیزی میدونید؟ بچه دقت کنید، از اینجا داستان جالب میشه. راجب 5 شوالیه بزرگ پادشاهی، یعنی پادشاه 5 تا شوالیه درجه 1 داشته، شوالیه های الیتش بودن. یه چیز مثلا گوین که مثلا 4 تا شوالیه الیت داشت، مثل اونشتاین، آرتوریاس، کیاران و گاف که مثلا پامی شدن میرفتن سمت ابیس و فلان و اینا. این پادشاهه توی لانه مقدس 5 تا آدم خاص داشت، 5 تا آدم که نه 5 تا حشره خاص که به مقام چیز رسیده بودن، نایتی یا شوالیه رسیده بودن. اونا چهره های مورد احترام لانه مقدس بودن و تو تاریخچه پادشاهی به دفعات ازشون یاد شده، ولی فقط با اسم گروهشون. به نظر میاد اسم و چهره خودشون از تاریخ پاک شده. 5 تا کیا بودن بچه ها؟ زمان خیلی زیادی از دورانشون گذشته. کشف هویتشون دستاورد بزرگی محسوب میشه. خب پس ما یه دیتای خیلی جالب گرفتیم، اونم این که پادشاه 5 تا نایت حرفه‌ای و درجه 1 داشته. اینا کیا بودن و آیا ما باهاشون ملاقات میکنیم؟ بازم مهر لانه مقدس، ردش کن بیاد ببینم. آه من از جمع کردن اینا لذت میبرم، اما نمیشه ازشون اطلاعات زیادی بیرون کشید. البته باید بگم جلا و درخشش خوبی دارن و هیچ اشکالی نداره که از چیزی فقط به خاطر زیباییش لذت ببری. دوباره میفروشیم. ها مهر لانه مقدس، بده ببینم چیز دیگه ای واسم داری؟ اگه نه خودتو وجود مرتوب تا خونه من ببری ایرون. این هر دفعه دیالوگای مخصوص خودشون. بازم مهر لانه مقدس. بهم گفتن دم ورودی شهر یه مجسمه از تمثال یه فرد بزرگ و شوالیه توره. ممکنه یکی از 5 شوالیه بزرگ پادشاهی باشه. بوم، یه اطلاع خیلی مهم به دست آورد، یه دیتای بسیار مهم. برگش گفت اون کسی که مجسمه‌ش رو تو سردر ورودی دیدی یکی از اون 5 تا نایت میتونه باشه. پس ما این دیتای مهم رو میگیریم که چی؟ فالس نایتی که ما کشته بودیم یا شوالیه دروغینی که کشتیم، اون حداقل آرموری که حداقل ازش دیدیم متعلق به یکی از اون 5 شوالیه است. پس ما فهمیدیم از اون 5 شوالیه یکیشون میشه اون فالس نایته. خب حداقل آرمورشا، نه اون موجودی که توش بود و نمیگم،
چون اون موجوده مثلا یه چیز مثل دراگن اسلیر آرمور توی دارک سولز 3 چجوری بود که فقط یه آرمور بوده شو اینا، اونم یه همچین حالتی داره که فقط آرموره مهمه، اونی که توشه اصلا الان فعلا مهم نیستش. خودم میخواستم برم ببینم چیه، ولی خیلی وقت دروازه شهر محرموم شده و با وجود اون همه پوکه نفرت انگیز دور زدنش خیلی سخته یا درد سره. منظورشم پوکه گفتیم همون حالوهایی که اطراف شهر دارن پرسه میزنن. پس نکته خیلی مهمی به دست آوردیم درباره نایت های شهر. بله اینم یکی دیگه از مهره های لانه مقدسه. چیز دیگه نمونده که مغازه پر از این مهره بشه. اوه هیچ وقت حدسشو نمیزدم که هنوز این همه ازشون باقی بوده باشه. اگه واقعا اونقدر که داری نشون میدی فراوونن، شاید دارم الکی این همه بابتشون پول میدم. و حالا میام نشان پادشاه، مجسمه پادشاه رو میفروشیم به قیمت 800 تا. آه یه مجسمه پادشاه. پادشاه لانه مقدس یه شخصیت دست نیافتنی بود و شهروندان مثل بت میپرستیدنش. از اونجایی که پادشاه به ندرت دیده میشد، از طریق این مجسمه ها پرستشش میکردن. ساخت اینا نیازمند مهارت خاصیه. افراد زنده‌ای که از پسش بر بیان انگشت شمارن. اگه هیچ عتیقه همراهت نیست، اگه تونستی یه چند تا سالمشون رو پیدا کنی واسم بیارشون، در ازاشون مقدار قابل قبولی جیو بهت میدم. خب بچه دقت بکنید، یه اتفاقی افتاد. پادشاه رو مردم خیلی کم میدیدنش، ولی از طریق این مجسمه ها میپرستیدنش. واسه همینه که تو جاهای مختلفی که ما توی این سرزمین گشتیم، مدام نماد اون تاج پادشاهی رو ما داشتیم میدیدیم. پس در واقع این پادشاهه باید آدم خیلی خوبی بوده باشه، آدم خفنی باید بوده باشه که مردم پرستشش میکردن و دوستش داشتن. ونجی که دارک سولز 2 یادتون بیاد چقدر مردم دوستش داشتن، به عنوان یک پادشاه عادل، به عنوان یک آدم سالم قبولش داشتن. به نظر میرسه که این پادشاه هم یه جورایی معادل ونریک باشه و آدمی باشه که همه از روی دوست داشتن میپرستیدنش، نه از روی ترس. خلاص کارا این بخش رو انجام دادیم، اونم که کارشو کردیم. اینه حالا بچه اگر بره پایین دیگه این شورتکات اینجا عملا برامون باز شده است. بیام بالا. یو این بر کجا میره؟ این اون تیکه بالاییه که اومده بودیم اون سر. این تیکه‌ایه که خودم در واقع اوکیش کرده بودم. این بلکه خبری نیست. بریم بالا. هلو. برو بابا تو هم نه فقط گندن، ازشون اصلا نترس. نه این پایین میتونید بزنید دیگه و سر بازی یه جوری کلاه بذارید. دشمنای مختلفی که بازی داره رو دارید بیشتر میبینید. بچه صدای اونایی که کامیکازه میکنن داره میاد، مراقب باید باشید خودشون رو میتره کنن. یوها اینجا هم که بسته هست. نه این یکیشون راحت کامیکازه میکنن خوش رو میتره کنن خیلی ریلکس. بمیر بابا. اینو میزنیم که اینجا برامون باز بشه. اینجا خیلی مهم بود که بازش بکنیم. حالا میفهمین چرا. صدای یانه چیزم داره میاد. این بالا رو کاغذ کورنیفره. البته صدای یه دونه گراب هم داره میاد. نظرت اینجا هست؟ بعید میدونم. اینجا رو میزنیم.
در اون یه سری مسیر باز بشه. لنون قوی و اینم اینجا میزنم باز میکنم. او یه چیزی اینجا ترکید. آه از همین چیزا بود. خب نه یه برو پایین. خب این بخبر نیست. اینجا رو که فکرم بودم درسته؟ اینجا همون جایی بودش که بودم. یه صده گراب شنیدیم. نه برو بالا بابا. بازم میتونیم بریم بالا. آه اینجا رو. هلو هنوز صدا داره میاد. خب بچه یه رنسید اگه اینجا رنسید اگه هم که گفتیم همون تخم گندیده ها اینا به مرور تعدادشون حالا بیشتر هم میشه هرچی توی بازی بگردیم. اینا برای یه چیزی به درد میخورن براتون، یعنی جایی که به درد میخورن بیشتر واسه اینه که اون سولایی که از دست دادید و از طریق گفتم اون کلیدی که تو اپیزودهای قبل توضیحشو دادم از طریق اون کلیدا بتونید راحت اینا رو به دست بیارید. چیز خیلی سخت و عجیب و غریبی همچین نیست. مطمئن نیستم که الان اینجا به کجا میخوره. اینجا هم که فعلا بسته است. همه اینا رو باز میکنیم بچه ها نگران نباشید اصلا. بذارید یک کاری کنم چون هم چیزی جا نمونه. بابا چرا میری پایین؟ بالاتر نمیره؟ آه نه این بالاتر بیشتر نمیره. خب همه دارم اذیتش میکنم. بذارید ببینم مطمئن بشم یه سری چیزا رو. اوکی نه چیزی رو از دست ندیم. درست داشتیم میرفتیم. اینه هاشش گراب عزیزم. گراب خب بچه اینجا یه مدار مواقع باشین یه مدار مبارزه نسبتا سنگین طور دارید. تمام شد ایزی. و البته اینجا کورنیفر دوست داشتنی رو اینجا میبینیم. حتما هم اینو باز بکنید خیلی به درد میخوره. به به یک عدد صندلی یا بنچ و با کورنیفر. نسبت به اون قاره پیش در پیش طبیعی تنوع خوبیه نه؟ بارون واقعا به همه چیز چهره غمگینی داده ولی معماریش توی کلام خارق العاده است. شهر رو داره میگه. نقشه برداری چنین فضای متفاوتی خیلی چالش برانگیزه ولی من برای انجام دادنش خیلی مشتاقم. میخوای یه نسخه از دستاوردم تو الانو بخری؟ میگم چرا که نه. 90 تا هم که بیشتر پول نمیگیری. برو بریم. ما هر دو با کلی زحمت به این نقطه رسیدیم. همین جوری که دارم این ساختمونا رو میگردم باید یادم باشه یکی دو تا جواهر زینتی واسه ایزلدا جمع کنم. فکر خانومش هم هست قربونش برم. اینجا حتما بشینید و عظمت این مپ رو میتونید فقط نها کنید. اینجا رو اگر جاهای دیگه اونقدر مثلا انقدر کوچولو موچولو میزنن و اینا ببین چقدر سیتی آف تیرز بزرگه. خیلی جای کمی شما اومدیم و گشت زدیم ولی کار داریم قشنگ با اینجا. یه سرم میام این ور و...
اینجا حتما حتما بیاید، به خاطر اینکه فست ترافل اینجا رو باز کنید حتما. اینم که حتما باز بکنید که یکی از شورتکات ها بود که اینجا میخوره به همون اوایل همین سرزمینی که توش اومدی. اینجا همون اوایل این لندیه که اومده بودیم. کجا میری؟ بیمیر. نمیدونم اینجا چیزی میخوره. نه بیاید بینم. بدبخت اون اومد خودش رفت خورد تو دیوار. ببین چجوری مرد. این اینجا رفت خورد تو دیوار مرد. دلم براش سوخ. تاکسی خالی رفت. بچه اینو گفتم اینو حواستون باشه بعدن باش کار داریم. بوم. چه چیزی نبود؟ که یه سلام بیان اینجا بازمجه. و البته کلید ساده، یکی از اون کلیدا رو به صورت رایگان اولا ما به دست آوردم. تو چند تا از این کلیدا توی بازی وجود داره که یکیش دقیقا همین کلیدی که الان برداشتیم، یکیش هم اسلای میفروشه بهمون. کلیدای مختلفی توی بازی هستن. جارو من خیالم راحت بشه که چیزی نیست. آه دیگه چیزی رو میتونم بگم که میس نکردیم اینجا فعلا. خب بریم بالا. یکی از چیزایی که تو این بازی واقعا دوست دارم سیستم پلتفرمینگشه. خیلی خوب در آوردن. امیدوارم که سیلک سانگ هم به همین خوبی پلتفرمینگش در آمده باشه. و یه خوبی که داره اینه که به وقتش هم حتی چالش داره پلتفرمینگش. یعنی چیزایی اگر بازی کرده باشید، مثلا پرنس آف پرشیا آخری بازی کرده باشید، یه جاهایی قشنگ چالش رو توی پلتفرمینگش می‌بینید. اینم دقیقاً همونطوری قشنگ چالش. خیلی پروپیمون. ما رو هستیم سمت راست بچه‌ها. اما 150 تا میدیم. بچه‌ها اینجا یه آسانسور الان میاد. این آسانسور رو ببینیم که به کجا میره. دیگه در کجا سر در آوردیم. در واقع من از اینجا این آوردم بالا و این چه شورتکات خوشگلی درست شد دیگه. هنر ساخته یه لول رو دارید میبینید. بخوره به اون باسه حدس میزنم. میام این سمت میام. بذارید فقط قبلش یه سر برم چیز فست راول رو باز کنم. خیالم باحت فست راول و اینا راحت بشه. علاوه بر اون پولمون هم استور کنیم. یعنی اون پوله رو ردیف کنیم بریم بره. این حتما بزنید که این ور براتون باز بشه. و اوه بدین سو اینجا بود. نه خیلی خب یه 200 هم اینجا پول میدیم.
بازی داره حسابی از همون میکنه ها. یه سرم میخوام برم پیش هم اسلای رو ببینم هم ایزلدا رو ببینم چیا آوردن قبل اینکه بخوایم حرکت اضافه ای بزنیم و بخوایم مثلا پولمون رو استور کنیم و اینا. تو هنو خوابی؟ آره خوابن. تو چی میگی؟ بابا نوا؟ بابا نوا. خیلی خوب، این خبری فعلا نیست. پاتماس جیو؟ پاتماس جیو؟ خب، بچه من منظرم این رو باز بکنیم با کلیدمون. ضرر نداره. استفاده کنیم در این باز بشه. انتر رو دیدین؟ خوشی اومدی متجاوز کوچولو. مدتیه که اینجا تو خواب نازم. مدتیه؟ آه بله بله. خب حالا دیگه تو اومدی و منو بیدار کردی، مهم نیست، فکر کنم شاید بتونم حتی کمکت بکنم. من جیجیم و اگه راه ورود به حجره من، هنجره چیه، به حجره منو پیدا کردی پس حتما به کمکم نیاز داری. من چون این جیجی کشیشه، من تو اپیزود اول فکر کنم گفتم که اون شمنه میادش اینجا، اشتباه گفتم جیجیه در واقع. میدونی گاهی اوقات ما پشیمونیامونو مثل لکه‌سیاهی توی دنیا پشت سرمون به جا میذاریم. اگه با این پشیمونی مقابله نکنیم امیدمون رفته رفته آب میشه. پشیمونی خاصی کوچولو، پشیمونی خاصی داری کوچولو؟ اجازه بده یه لحظه به درونت نگاه بندازم. آه انگار پشیمونی دیرینه ای نداری. چقدر خوششانسی، به خدمات کسی مثل من نیازی نداری. در واقع ما اومدیم اینجا چیکار کردیم؟ بچه ها اگر من کاراکترم هر نقطه بازی کشته بشه بیام پیش این، خب و دیگه نخوام برم اونجا سولامو بردارم و فلان و اون، چون وقتی شما میمیرید یه روح سیاه ازتون باقی میمونه توی دنیا و شما کاری که باید بکنید، یعنی اگه میخواید اون پولاتون نپره و استرس و فلان و اینا نگیرید، بهترین کار چیه؟ اینه که پاشید بیاید پیش این، بهش یه رنسید اگ میدید. خب از این رنسید اگا که الان اینجا یه دونه ازش داریم، این رنسید اگر رو بهش میدین، اینم براتون اون روحتون رو سامن میکنه، اینجا میاره اینجا سامنش میکنه، اینجا میزنیدش روحتون رو، یه چند تا میزنیدش روحه دیگه با پولاتون و فلان اینه همه چیزش برمیگرده به خودتون و دیگه مشکلی نخواهید داشت. یه سلام، من برم اینجا چیز بگیرم، جایزه هامو از این یارو بگیرم. اینجا هم بچه ها میتونید بیاد راستی جانا کنید. آها اینجا یه راهه. اینجا هم یادتون باشه بعدم با اینجا کار داریم. مثلا من اینجا رم چیکار میکنم؟ یه دونه بیل بیلک میکارم. اوکی چی داری این سری؟ پول میندازی؟ یعنی جایزه خوب انداخت. آواز لارو، این هم آیتم خیلی خیلی خوبه، یکی از چارمای توی بازیه آواز لارو. داشتید؟ ای چرکتو اینا آواز لارو. حاوی قدردانی لارو های آزاد شده، یعنی منظورش گراب های توی بازی هن، هنگام ضربه دیدن روح به دست میاد. یعنی زمانی که شما کتک میخورید یه مقداری از این سولا واسه تون آنلاک میشه، یعنی بهتون داده میشه، یه مقداری سول داده میشه و خب این میتونه مثلا برای کسی که داره یه مقداری حملهی تر داره بازی میکنه اتفاق باحالی باشه. چه خوب آدم لول اینو میده، قشنگ قوی میشه آدم.
مرسی. خیلی خب، حالا یه سهم میام اون ور بچه ها. من 3600 تومن پول دارم. همه سودو. خب میتونم بیام تو همون انبار شهر، میتونم برم اونجا پوله رو بدم، ولی میخوام بیشتر پول جمع کنم. آخه بچه راستیتش یه من از آن پول بیشتر جمع کنم، یهو 4500 رو بدم، یهو نگه ندارم. من به هر دلیل مردیم هیچی رای نره دیگه، چیز استفاده میکنم. آی این طوری برو میمیری. خب بریم یه سر این و نما اون به کجا میخوره مسیرش. یو حالا خب بابا بیا همه تون یه جا. از این اینم که اینجا شورتکاتش کردیم، حداقل خیلی راحت بشه سری بعد خواستیم بیایم یه دمجی بی خودی نمیخوریم. اینم خدمت شما دوست عزیز. و ببین چی پیدا میکنه لنون، تیکه سوم. و ببینید بچه سمت چپ بالا رو یه لایه کوچولوی دیگه برامون باز شد. پس ما علاوه بر اون گندهه که پرش میکنیم یه لایه دیگه عملا برامون اینطوری چی باز میشه. الان مثلا بهتون نشون میدم شد مشکوک میزنه این بالا، گفتم مشکوک میزنه. این اینجا رو الان اینجا رو دارم هی چیزه رو فول میکنم. به هرچی شما بیشتر اینو پرترش بکنید، یعنی مثلا اونجا هم میتونید از اون سمت هم یه مقداری پرش بکنید و وضعیتتون بهتر کنید. من دارم مثلا یکی دو نفر ریال اینجا رو گیر بیارم کتکشون بزنم. اینجا جای خوبی باشه. اینجا رو ببینید، دیدین اون برام الان سمت چپ هم دوباره پر میکنه، یعنی من یه بخش اضافه ای دارم پر میکنم. این فکر کنم بتونید تا دو تای کامل دیگه هم فکر کنم بتونید پر بکنی. خب چیز خیلی خیلی خوب به درد بخوریه، به کارتون شدیدن میادش توی بازی. بچه من میخوام الان برم سراغ یه باس فایتی. اگر فکر میکنید زدن این باس فایت براتون دردسر میتونه باشه، از حالا برید پولاتون رو ذخیره بکنید توی چیز، توی اون بخش استوره چیز ذخیره بکنید. مال چیز بودش اون کاراکتره چی اسمش، بانک داره، میتونید برید پولتون رو پیش بانک داره بذارید. بذارید الان مثلا من برم بهتون نشون بدم. نه حتی منم میتونم بذارم دیگه، چه کاری. حالا مثلا لنگ اون 800 تا این مثلا حتی من هستم، ولی شماها نباشید، مثلا شماها مثلا من حول نباشید. نه بیاین اینجا نه بیاید پیش این دستیو جیو و بگید آقا من هر چی هست و دار و ندارم و میخوام بذارم، همه رو بذارید، وای نستید، هر چی دارید بذارید. خب من همه رو بذارید، آقا من بر همه شو بذار پیش خودت و بذارید باشه. خب خداحافظ عزیزم، بذارید برید و بعد ببینید چه اتفاق با مزه ای میفته.
گفتم این یارو کلا برداره دیگه. ببین الان من میام اینجا میشینم، نقشه به روز شد. همشم میام اینجا. ها؟ از همون دزدید، کلاهبرداری کرد و رفت. هیچی رای نداره. گفتم ما ازش دولا پهنا در میاریم، یعنی ولش نمی کنیم، به وقتش سراغش میاییم و کاراشو انجام میدیم. این اتفاقا این جهت خوبه، چون میدونید پولتون قطعا نه تنها میمونه، بلکه میتونید با مقدار بیشتری خارجش بکنید این پول رو. یعنی 3700 تا میذارید مثلا یه 6000 تا پول برمیدارید. خب این خیلی جلد خوبیه. خیلی خوب، گفتم ما میخواییم بریم یه باس فایتی رو بزنیم. آی نمی اینجا. به زودی بچه قراره یه قابلیت جدیدم بگیریم. سلام عزیزم. خب بچه اینجا یه حالت مینی باس داره ایشون. کاینر راحت میزنیش اینو. جلوترش دوباره یه باسه که باسه اونم خیلی باس نیست و راحت میزنیش. موزیکو وای وای بای. بچه یه سر بید اینجا. آه اینا ببینید، این هم حتما واسه خودتون باز بکنید. این یه شورتکاته، شورتکات مال چیز کورنیفره. این هم بچه بهتون سولو اینا میده و البته هر کدومشون رو که میزنین از اینا میپرن بیرون. خب بچه من یه عذرخواهی باید بکنم به خاطر اینکه یه لحظه برای من مسیج تو تلگرام و اینا اومد، مجبور بودم جواب بدم. عذرخواهی میکنم، باید اینا رو آدم لحاظ بکنه که موقع ضبط این اتفاق نیفته که من خب یه وقتی بی‌دقتی میکنم، ببخشید از این بابت. خب ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم. میتونیم بیم بالا. اینجا مشابه اون مینی باستیه که زده بودیم. باسته در واقع مینی باست های خیلی خیلی اوکی و ساده این و سختی خاصی ندارن که بخوان اذیتتون کنن واقعا، و تو دو شماره کاراشون رو میکنیم. خب سند ایبا ذهن همچنان محدود ما کرده است. چگونه میتوان از قید و بندهایش رهایش؟ از قید و بند چی؟ دستیابی به تمرکزی خالص، اصلا چنین چیزی ممکن است؟ اینا بچه تیکه های کوچولو لور هستن دیگه، مثلا میگیم بخش لور که به داستان و اینجور چیزا اشاره میکنه، داستان های کوتاه که به خود چیز اصلی، مسیر اصلی فهم داستان کمک خیلی خیلی زیادی میکنه. اون بالا هم بچه یه دونه حالت باستوری وجود داره که سراغ اونم الان میریم.
قبلش سرمیان پایین. بسر بیام بالا از اینجا. بچه اینجا هم یه دریه که الان هیچ جوره باز نمیشه. یک در پرزرق و برق که از فلز زیر رخشنده ساخته شده است. شکافی برای نوعی کلید توش وجود داره که من اینجا رو هم مارک میکنم با اجازتون. اینجا هم بعدن باهاش کار داریم. این کلید مخصوص میخواد دیگه، در واقع فازش یه مقداری متفاوته. طوری پرش پرش میکنم. جرأت داری بیا. جرأت که ندارم. ولی خب اوکی. باشه، این باس فایت خیلی خیلی ساده است. یه مدل سریعه فقط. وگرنه ما مشابهش رو یه جوره میتونم بگم عملا زدیم. خیلی شبیه منتیس لورد هست الگو حرکتیش، ولی ببینید هیچ کاری رسما نداره. تماش همین راحتی این هم میزنینش. این بعدن به عنوان باس توی جاهای مختلف میتونید پیداش بکنید و ببینیدش. بذار ببینم که کجا انتریش رو میتونیم ببینیم. آینا جنجوی روح، حشره آموزش دیده که تیغه به شکل سنجاق حمل میکند. با استفاده از روح برداشت شده در حین نبرد توانایی خود را بهبود میبخشد. ببینیم اینجا چه خبره. اینجا هم باز از اینا هست. باز هم هست از اینا الان که الان کاراشونو میکنیم. اینجا به کجا میخوره؟ یه دونه زدم رفت. اینجا هم باز میکنیم که یه حالت شورتکات تور بشه برامون، دیگه مشکلی از بابت حرکت کردن تو جای مختلف نداشته باشیم. خوبه این دوتا رو اینطوری بزنیم یه مقداری شارژ میشه اسپریتمون. این چه دمیج بود من خوردم؟ این هم باز میکنیم دیگه، مثل بقیه چیزا که راحت باز کردیم این هم به همون شکل کارشو میکنیم. مثل این صحنه که به راحتی باز میشه. این آسانسوره رو داشته باشید گوش ذهنتون، گوش ذهنتون نشه چون فقط از همه جلال بریم بالا. اینجا بزنیم به چه معماری خفنی داره این لوکیشن. عجیب غریبه که اینجا اینقدر چی میگن بهش، اینقدر دیتیل داره. خب طبیعی به خاطر اینکه پایتخت این امپراتوریه و طبیعیه که توی اینجا کلی اتفاقای مهم بخواد بیفته. منو میزنی؟ خود خارمادر نداری که منو میزنی؟ خخ بچه اینم گوشه ذهنتون داشتش. میبینی این حالت شکسته طوری دارن؟ یادتونه یه جای دیگه هم توی بازی این توی دیده بودیم که انگار یه حالت شکستن این طور بودن. با اینا کار داریم.
خیلی حال میده شیپ خوندن اینا. خب اینجا ها آه نه بیا برویم از این ولایت. باز خوبه دیگه. این هم میزنیم که حالت شورتکات بشه. بچه دیگه الان رسیدیم رسما به خود باس فایت. اینجا باس فایت اصلیه، بسیار باس فایت خفنیه، یکی از باسایی که من به شخصه خیلی خیلی دوستش دارم. اینجا هم بازی اجازه میده که مقدار روح برای خودتون شارژ بکنید که دست خالی توی باس فایت نرید. این باس فایت بچه ها خیلی گول زنکه، به خاطر اینکه شما مثلا باش مبارزه میکنید، میزنیدش، خوبم کتکش میزنید و اینا، و بعد یکی دو بار این باسه استان بشه حتما. بعد از اینکه استان شد یه جایی هستش که احساس میکنید تموم شده و اون ابیلیتی رو میگیرید، ولی میاد دوباره میگیره و شروع میکنه باز مبارزه میکنه با تو. توضیحی نمیتونم بدم واقعا، چون الگوی حرکتیشون متفاوته. فقط به نظرم قبل از اینکه توی باس فایت خودتون رو برید، باس فایت هایی که من میرم رو نگاه کنید که با الگوی حرکتی باسا آشنا بشید. منم سعی میکنم همون اول همه ضربه رو نزنم و یه مقداری با حرکات باسا آشنا بشید، یه مقداری اون ته رو نگاه کنید. باس اومد، فوق‌العاده است این باس، واقعا فوق‌العاده است. میاد جلو و ارباب روح شما باید یه ضربه بزنید. این حرکتشه، مدام این حرکت رو تکرار میکنه، اینطوری میاد جلو. میتونید یکی دو تا ضربه این شکلی بهش بزنید. ببینید عجل نمیکنم، این یکی از دفعاتی که اسپان میشه. این حرکت شما مراقب باشید. تموم شد رفت، وای میسم تا بره. نپرید کاراکتر. دوتا اتک خوب خورد. خیلی راحت این باز. باید فقط یاد بگیرید چجوری باهاش مبارزه بکنید و نه یه شرکتی خاصی نیاز نداره. دو تا اتک باشه، باشه شلوغ نکن. این حرکت دوتایی هم میزنه که مثلا شما رو اذیت بکنه، ولی خبری نیست. خب اینجا به نظر میرسه که باس فایت مرد، خب ولی باس فایت اینجا نمیمیره. بوم باشه، میگه ایول زدمش رو اینا، بلند میشید که اینو بگیرید، یهو باز دوباره میاد و میره استیج پایین و مبارزه باهاش شدیدتر میشه. اینجا یه مقداری قوی تر مبارزه میکنه، شلوغکاری میکنه یه مقدار، هیچ کاری نداره. زمانی که این کارو میکنه میتونین قشنگ ضرباتتون رو بهش بزنید 4-5 تا و حتی بیشتر. تمام، خداحافظ. تمام، به همین راحتی باس فایت رو میکشید، ایزی. و ابیلیتی جدید، یس. حالا ببینیم این ابیلیتی جدیدمون چیه. شیرجه ویرانی حرکته بود، گفتم شیشه ها حالت شکستنی طور داشتن، اینجا به درد میخوره. یعنی شما دیگه میتونید بکوبید و اون سطوحی که زیر پاتون حالت شکننده دارن و زیر پاتون خورد کنید. میپرید بالا با دایره محکم میکوبید زمین، یا با بی میکوبید و میزنید زمین. اینم که مرد و فینیش شد. اینجا رو مثلا من میتونم چیز کنم، ولی قبلش
سرمیم اینجا ببینم چه خبره. همیشه فضولیتون بگیره بچه ها که اینجا چی داره میشه فلان و اینه، بگردید توی محیط رو زیاد بگردید. مثل اینجا ببینیم چقدر جایزه این توه. جونم 380 تا پول. یه لحظه صداش اومد که انگار یه چیزی داره اونجا شکننده است. پریدم خودم کوبیدم زمین و به جایزه خوب رسیدم. سند سندا، از آنان که بلعیده شدند اندکی یاد کنید، به لطف آنهاست که تعالی یافته ایم. از آنها که بلعیده شدند دیگر هیچ مرضی بر ذهنمان چیره نخواهد شد. چی داره میشه اینجا؟ اینا اسمای کیه که داره میادش این وسط و به راحتی اسمشون برده میشه؟ حالا لنون این کوب زمین کارو در میاره. ببینم بابا زشته به خدا. من خب اینجا هم که باز کردیم درشو و میکوبیم زمین و میریم پایین. ولی حتما یه سر بیاد بالا. مهر لانه مقدس 450 تا پولش به درد خور. به راحتی این برم بچه یه دونه گرابه که میام کاراشو میکنیم حتما. آقا شما دیگه خیلی روتون زیاده دیگه. آها اینو میشه کوبید و رفت پایین. همین راحتی کار رو در میاریم. ایزی اینجا یه گراب اینجا بود که میخوام آزادش بکنم. گفتم چون برای کوست گراب نیاز داریم به این شکل. نخور دیگه. این قشنگی دارم هنرنمایی میکنم باز کتک برد بخوریم اون وسط. پولمو بده برم. خب ای جسد این که کماکان هست. یه داستانی اینجا پیش میاد که حالا دربارش به وقتش صحبت میکنم. میگم که اصلا قضیه این جسد این که مثلا از این باقیمون چیه ماجرا داره. ما اصلا تا حالا جسدش رو باسا یه جورایی میتونم بگم که نمیموند وقتی میرفتیم و میومدیم، ولی الان جسده باقی میمونه. خب برگشتیم یه جورایی به منطقی که بودیم. چه موزیکی چی میشه واقعا گفت در وصف موزیکای این بازی؟ خب بچه کورنیفر هم دیگه اینجا دیگه نیست، کارهای نقش برداریشو کرد و رفت اینجا. ولی یه عزیز دلی اینجا هستش که دوست دارم یه بار دیگه ببینیمش. الان فعلا نیست، باید برم دوباره بیام. دید بچه ها چقدر وی راحت تونستیم باسه رو بزنیم. باسه ساده نبود اونی که زدیمش ها. باشه بابا جف گرفتتش.
می رویم به پایین. اگه الان هم میتونیم بریم پایین، یه جنسی هم که داریم هم بفروشیم. دفترچه خاطرات یه سرگردان. تو پیدا کردن اینا خیلی ماهری، باید تو صفحات جسدهای زیادی دیده باشی. شک ندارم میخواد حتی بیشتر از اون جسد درست کرده. بعدی یکی دیگه از مهرهای لانه مقدس لدش کن بیاد. انگار هیچ از دیگه همراه نیست که خب دیگه اینم چیز خاصی نداره و میتونیم الان اینجا بیایم پایین و برسیم به یک اتفاق خیلی مهم. اینم که الان یک سازوکار با سوراخ کلیدی ساده که اینم بعدن کاراشو انجام میدیم. اما بچه ها اینجا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهم. یک کاتسین. یادتونه این تصویرها رو؟ سه تا ماسک و این کیه؟ آه هورنت اومد. دوباره به هم رسیدیم شبح کوچک. من معمولا تیز و نکته بینم ولی تو رو دست کم گرفته بودم، هرچند از اون موقع دیگه حقیقت رو حد زدم. تو چیزایی فراتر از مرزهای این پادشاهی رو دیدی. استقامتت در دو خلع ریشه داره. پس تعجبی نداره که تونستی به قلب این دنیا برسی. از این نقطه به بعد میفهمی چه فداکاری این دنیا رو سرپا نگه داشته. اگه با فهمیدن اون حقیقت باز هم خواستی نقشی توی پابرجا موندن لونه مقدس داشته باشی، به دنبال قبر درون خاکستر و نشانی که به امثال تو عطا میکنه بگرد. قبر درون خاکستر؟ علامت سوال. چه اتفاقی داره میفته؟ چی رو گفتشیم به ما؟ ما توی مپمون جلوی یک مجسمه ای قرار داریم، میبینین؟ جلوی این مجسمه سه تا چیزه رو داریم میبینیم. اون سه تا ماسکه رو داریم میبینیم که جلوی اون چیز قرار داشتش، اول بازی هم دیدیم وجود داشت. و از اون طرف تصویر یه شخصیتی رو داریم میبینیم که اون سه نفر دورش وایسادن. این شخصیت کیه؟ کاتسین اول بازی رو یادتون بیاد که اولش دو تا چشم نشون میداد و یه چیز نارنجی و یک شکستگی که یا یک ترکی که روی سر اون ایجاد شد، دقیقا همین مجسمه هست. اما آیا این مجسمه این اتفاق براش افتاد؟ یادبود شوالیه توخالی، یادبود هالو نایت، در تاق سیاه بر فراز جهان به مدد فداکاریش لانه مقدس گشت جاودان. خب هالو نایت چه فداکاری کرده بوده که به خاطرش لانه مقدس برپا بونده؟ هورنت چیا میدونه از هالو نایت که برمیگرده میگه که تو باید یه چیزایی رو بدونی و اگر با دونستن اون چیزا کماکان خواستی توی حفظ امپراتوری لانه مقدس مشارکت کنی، با هم دیگه میتونیم حرف بزنیم. هورنت چه چیز بیشتری میدونه که من و شمای بازیکن نمیدونیم؟ اینا علامت سوالاییه که باید بهش فکر کنید. در واقع هالو نایت، من داشتم اینجا نگاه میکنم اینم چند ساعت گذشته، در واقع هالو نایت یک فداکاری مهمی برای این شهر انجام داده که ما هنوز از اون قدرتی که میام از اون فداکاری که انجام داده بی اطلاعیم. این یک کار خیلی مهمی انجام داده. چی بوده؟ و این سه نفری که دورشن کیان؟ از طرفی اونجایی که چیز اشاره کرد کجاست؟ اونجایی که معبد تخم سیاه به نقشه اضافه شد، نگاه کنید بچه ها، معبد تخم سیاه
به نقشه اضافه شد. این همون معبد تخم سیاهه، یادتونه دیگه که سه تا چیزا دورش بودن، سه تا ماسکا دورش بودن. پس ما میفهمیم این لوکیشن خیلی خیلی لوکیشن مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه اول بازی توی کاتسین اول بازی داره بهش اشاره میشه. میایم اینجا توی این کاتسین، اصلا بازی می کاتسین داشته ولی توی کاتسین میشه و باز بهش اشاره میکنه. هالو نایت کیه؟ چرا اینقدر مهمه برای این شهر؟ بعدم بهش میرسیم، بعدم دربارش بیشتر قراره بفهمیم که هالو نایت چه خدماتی برای این شهر انجام داده. اتفاقات جالبی داره میفته. بمیر بابا، این بازیکن بپر بپر میکنه تا اینکه آسانسورش از راه برسه. پرش های سریع، رقص پا. نه آه خدای من، چرا من قد خنگم. رقص پاهای خودش رو نشون میده تا به حریفاش اثبات کنه که چقدر آماده است. ده رقص پاهای خودش رو انجام میده. بابا این برکار داریم. خب ما موقتا کارمون توی سیتی آف تیرز تمومه، موقتا. خیلی کار داره این شهر ولی ما آروم آروم بهش میرسیم و باهاش کار داریم توی این شهر. البته میتونیم یه حرکتی هم بزنیم. بذارید اون یه تیکهی که توی شهر من باهاش کاری نمی کردم و اینا و گفتم یه حالت شکننده طور داره رو الان بریم سراغش. آره بریم اون بر قشنگ بگردیم. یه تیکه هدف خیالمون راحت بشه که چیز بیشتری نمونده. هنوزم که نمردیم ما توی بازی. خیلی حس خوبی داره اینطوری بپرانه. بله همه چی مرتبه، همه چی در مرتب تایم حالت خودشه. تو اینجا بود؟ اون یه تیکه نفکم سمت چپ تر بود. اینجاها من مارکش کردم اونو. ببینی؟ به شکل ببینم اینجا چی داریم. هیچی؟
فقط خوشگلی بود واقعا. خب اوکی برش میداریم. خب ما کارهایی که الان داریم خدمت شما هر شاید که ما این ورم میتونیم بیام اکشن الان اینجا الان من باید بیام به اینجا الان خیلی نیاز دارم. خب اگه هم بخوام بیام سمت چیز در از همینجا هم میتونیم بیام از این ورم حتی میتونم بیام کل اون مسیره دوباره بریم پیش چیز اکشن بیدیم همینو بریم که خودم رو برسونم به فست تراول بعد برم توی تقاطعه فراموش شده از اونجا مسیر رو ادامه بدم. با سرعت مثال زدنی خودم دارم میرم این مسیر رو. بیا ببینم ای بابا لیز میخورم چرا سریع خودمونو برسونیم این ور چون میگم الان ما بیشترین چیزی که نیاز داریم اینه که خودمونو برسونیم به یه جای خیلی خیلی مهم اونم تراموایه که ما از تراموها بتونیم استفاده بکنیم. همه تحت کنترل. زمینه که یه جای تاریک هم بودش توی گرین پاث یا همون مسیر سبز که اونجا هم میتونیم بریم و کارهای اونجا هم راحت انجام بدیم ولی فعلا بریم تقاطع از زیاد رفته یا فراموش شده Forgotten Crossroad. بشینیم که نقشمون هم بروز بشه. ما الان جایی که میخوایم بریم بریم سمت تراموا. قشنگ پرید رو صورتم. خب تراموا بالا زمینه که یه مقداری هم پول داریم میتونیم با اون پولمون هم یه سری کاره نسبتاً هیجان انگیز بکنیم. مثلا بریم از اون پاخار چیز بخریم خرید و اینا بزنیم. اله خب دیگه میتونیم کارهای باحال بکن. اینجا که میشینیم بعد از طریق این خودمونو شیفت میدیم میریم یه لوکیشن جدید. این دیگه تراموا برای ما دیگه عملا بازه دیگه ما هر کاری بخوایم دیگه میتونیم انجام بدیم به راحتی. بخوایم هم برگردیم مسیر رو از این بر برمیگردیم. اما اینجا کجاست؟ یه لوکیشن جدید.
چقدر ساکته اینجا. این چیه؟ نفرین شدند آنان که ضد پادشاه شدند. اینا آدمایی هستند که ضد پادشاه بودن. نشانه های خود شاه هم دارید میبینید. کیو داشت میگفت نفرین شدن آنان که ضد شاه شدن؟ ای اینجا رو تصویری از اون ستاست. برای محافظت از کالبد رویاسازها آرمیده اند. محافظت از کالبد رویاسازها آرمیده اند. مونومان آموزگار مونومان رو یه تیکه از دیالوگش رو توی اول بازی که شروع شد دیدیم. در آرشیوش محصور در مه و دود. لورین ناظر در برجش در حال نظاره شهر و هرای هیولا در لانهش در جرفای تاریک فراسوی پادشاهی. به مدد فداکاریشان لانه مقدس ابدی خواهد موند. فداکاری، ما این فداکاری رو دیدیم که یه نفر مثل هالونایت انجام داده بود. خب هالونایت جایی که وایستاده بود این سه نفر هم دورش وایستاده بودن. مونومان، لورین، هرا، اینا کیان؟ شما؟ مکان رویاسازها به نقشه اضافه شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ یادتونه موقعی که ما هورنت رو زدیم یهو این تصاویر این شکلی شده اومدن روی صفحه و تصویر اون سه نفر روی چیز افتاد و گفتن که برگرد جلوتر نرو فلان و این حرفا. بیش از این پیش نرو سایه کوچک. چه چیزی او را وادار به خروج از تاریکی می کند؟ چه چیزی او را به بازگشت به این پادشاهی مقدس وادار می کند؟ اینا چی دارن که میگن آقا نیا جلوتر؟ اینا چی دارن محافظت می کنن که میگن آقا نیا عقب وایسا؟ ندایی از ورای مرها، از سوی کالبد یا آن نور دربند؟ آیا مرها را می شکند؟ آنها ناشکستنی هن. این دقیقا دیالوگی وقتی که هورنت رو زدیم این اومدش. اما کالبد ضعیف می شود یا کالبد ضعیف می شود. آن مرض دوباره خیز می گیرد. باید شکسته شود. آن مرض راستی ببینم. آن مرض، اون بیماری، مردم این شهر یادتونه به یکی بیماری دچار شده بودن؟ گفتیم حتی ما موقعی که به اسلای رسیدیم یه چیز نارنجی رو سرش بود. موجوداتی که داریم میزنیمشون وقتی میمیرن یه چیز نارنجی ازشون متساعد میشه. این نارنجی ها بیماریه، یکی مرضه که اول بازی دیدیم یه چیز گردی نارنجی رنگ شروع شد چرخیدن و بعد یهو دیدیم حالا مجسمه نه، جمجمه هالونایت یه ترک برمیداره. پس یک بیماری داره گسترش پیدا میکنه که جلوی بیماریه داره گرفته میشه. چی داره میشه؟ با این حال هنوز مرهای ما باقی است. وظیفه ما پابرجاست. وظیفه شما سه نفر چیه؟ شما چه وظیفه این وسط دارید؟ باید دور انداخته شود. وظیفه ما پابرجاست. این کار باید انجام شود. و هر سه شونو یه سر دوباره میبینیم و ما اینجا یک اتفاقی برامون میفته. دور شو سایه کوچک، دور شو و بگذار آسوده بخوابیم. بخوابیم؟ شما مگه مراقب یک چیزی نیستید؟ پس چرا خوابید؟ اینجا کجاست؟ اینجا دیگه چه دنیاییه که ما توشیم؟ شما
شما؟ چی داره میشه؟ اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا اصلا چرا محیطش انقدر رویایی طوره؟ انگار هیچی واقعی نیست. گوش دادن. چه سرنوشت وحشتناکی برات رقم زدن. پرت کردنت به این فضای میان روح و جسم. انگار یه چیز مثل برزختور مثلا. قضاوتشون رو میپذیری و به آرومی از بین میری؟ یا سلاح در دست میگیری و راه خودت رو در این رویای غم‌انگیز و فراموش شده پیدا میکنی؟ یه قدرت جدید. اینجا حالا بازی واقعا میره نکست لول. یعنی از اینی که هست زیباتر میشه. میخ رویا، حالا ما یک قابلیت فوق‌العاده خفن به دست میاریم به اسم میخ رویا. تا میخ شار شود و ضربه جا خالی تا میخ شار شود و ضربه جا خالی بزنید، پرده میان بیداری رویا رو بشکافید. این یک اتفاق خیلی باحاله. یک جانم، عشق من، این بی پدر، این مگسه. ملمو 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 سدارو دل ساکن بهش پیشگوه. تو برگشتی به دنیای بیداری، خوش اومدی. اون چهره ها، اون رویاساز ها، اونا با همون قدرت اندکی که واسه شون مونده پیدات کردن و تو رو به اون مکان مخفی کشوندن. اما تلسمی که الان در دست داری، میخ رویا، میتونه پرده ای رو که دنیای بیداری رو از رویاها جدا میکنه رو بشکافه. حتی خود رویاساز ها هم نمیتونن از چنگال چنین سلاحی پنهان بشن. هرچند باید اعتراف کنم که این تیغه مقدس در طی سالیان کند شده. شاید بتونیم با هم قدرتش رو احیا کنیم. فقط باید برام جوهره بیاری. جوهره پاره های با ارزش نور که رویاها از اون ساخته شدن. هر کجا پیداشون کردی جمعشون کن و برای من بیارشون. وقتی به اندازه کافی جمعشون کنیم میتونیم با هم شگفتی بسازیم. به درون دنیا قدم بذار. برافراشتنده و جوهرهای نهفته رو آشکار کن. نمیدونم منظورش فکرم چون کلمه داریم برافراشتنده. نمیدونم. صد جوهره جمع کن و پیش من برگرد. اون موقع بیشتر بهت یاد میدم. صد تا جوهره، یعنی حالا بهتون میگم این جوهره منظورش حالا چیه. تو هنوز تو مسیر رویاها ها تمرین نداشتی. 100 تا جوهره با میخ رویا جمع کن، دوباره به من سر بزن و من خرد اندکی که دارم و باهات به اشتراک میذارم. بچه ها ما در واقع این اشاره هم به گیاه های نجوا کننده میکنه که الان بهتون میگم این قضیه گیاه های نجوا کننده چیه. شما یه چیزی دارید تحت عنوان دریم نیل. مثلثتون رو نگه دارید یا وای روی کلده ایکس باکس، میتونید از درون چیزی که اینا فکر میکنن با خبر بشید. داری تو ذهن پیر و خاک گرفته مثل من چیکار میکنی؟ باور کن هیچ چیز ارزشمند اینجا پنهان نشده. ولی ادامه بده و با میخ رویا جهان اطراف تو کند و کاف کن. چیزهای پنهان خودشون رو نشون میدن. پس ما میدونیم، یعنی اینجا میفهمیم که این چیزا، اینم بچه حالا بعدن باز میشه، اومدیم تو منطقهی به اسم گورستان. پس ما الان فهمیدیم که یک چیزی نیاز داریم تحت عنوان جوهره. یعنی من اگه مثلا اینو بزنم، یادتونه اینا رو توی بازی جای مختلف پیدا میکردیم؟ اینا الان جوهرن. شما میای دونه دونه اینا رو میکشید بیرون.
و زمانی که همه رو در آوردید اینجا از این حالت نیمچه رویاگونه خودش خارج میشه. ببینید یو همه چی رفت، یعنی ما همه این بخش رو کامل تر و تمیز کردیم. اینجا هم با استفاده از اون چیزه دارم میام، چراغه که تو دستم دارم، این چراغه داره کار رو در میاره. و اینجا سپر رویا به عنوان یه دونه دیگه از آیتمای چیز برمیداریم، یک تلسم دفاعی که روزگاری قبیله‌ای که توانایی تغییر شکل رویاها را داشتن از آن استفاده می‌کردند. یک سپر احضار می‌کنه که حامل را دنبال و از اون محافظت می‌کنه. اینو وقتی می‌اندازید یه چیزی اینطوری شروع می‌کنه، دورتون شروع می‌کنه میچرخه، اگر به دشمنو برخورد کنه ضربه می‌زنه، یه حالت شیلد دورم داره. خب دیدید این الان دیگه کامل شدش. بچه اینجا هم یه دونه چیز پیدا میکنیم، اینجا هم مپشو گذاشته و رفته. آها میتونیم شما ببینید اینجا الان من که مپ ندارم، اینجا منطقه هیچ مپی وجود نداره، میام شهر خاک اینجا چیزو بر میدارم، مپی که کورنیفر بعد اینجا میذاشته رو بر میدارم. ببین الان مثلا من میتونم بیام پیش این یه دریم نیل بکشم رو این، از توی رویاهاشو میتونیم بخونیم. این روزا خیلی زود خسته میشم، انگار پاهای پیرم بیشتر از همه درد میکنه. با این حال خوشحالم که اصلا به سن پیر رسیدم. خیلی ها نتونستن پیر بشن. ببینین میتونیم ذهن آدم ها رو بخونیم، خیلی چیز باحالیه. یا مثلا بیایم اینجا ببینیم این چی فکر میکنه. سرگردان سپید خجالت نکش، بیرون سرده ولی تخت نرمه. منظورش اینه که تشریف بیارید. علاوه بر این ما قبلا اینجا یه سری موجودات رو نمیدیدیم که الان دیگه میتونیم ببینیمشون. یه نفر دیگه که سلاح به دست گرفته. حدس میزنم تو هم قرار جنازه های زیادی رو پشت سرت جا بذاری، نه؟ اسمش گورکنه. اگه به فکر مردان نیستی لاغم به فکر اضافه کاریه که من و همکارم داری بهشون تحمیل میکنی باش. بچه شما میتونی بزنید و اینو برداریدش واسه خودتون. بعضی از اینا باید باشون مبارزه بکنید، یعنی باس فایت هم بعضی هاشون، ولی نه همینطوری میکشیدشون و میاریدشون تو. مثلا ببینم این چی میگه، بریم پایین تو اون ویرونه. چرا؟ این بالا همه چی ساده تره. اون پایین ماجراجوییات خوب پیش میره. خب وقتی پایین بودی من ماجراجویی خودم رو اینجا داشتم. من معمولا به قبرستون شهر نمیرم، ولی گفتم برم به قبر یکی از دوستای قدیمیم سر بزنم. ولی بین سنگ قبرها قدم میزنم، متوجه یه مناجات عجیب شدم که از اون نزدیکی ها میومد. مناجات های وحشتناک شومی بود. اون اطراف رو گشتم تا منبعش رو پیدا کنم و دو تا چشم بزرگ و براق دیدم که از داخل یه غار تاریک بهم خیره شده بود. وانمود کردم که صدا رو نشنیدم و چشما رو ندیدم و به سرعت به شهر برگشتم. دوستم باید یه کمی بیشتر منتظر دیدنم بمونه. مسافر، امیدوارم شهر کوچیکمون خیلی ناامیدت نکرده باشه. گرچه الان جای خشک و بیروحیه، ولی یه زمانی شهر گرم و دلپذیر بود. راستم میگه، این شهر به تدریج ما که داریم توش راه میدیم آدمای بیشتری داریم میاریم بالا، خیلی زنده تر داره میشه نسبت به چیزی که قبلا بود و از بین رفته بود. و طبیعتا قبل اینکه این اتفاقا بیفته و این بیماری گسترش پیدا بکنه، شهر خیلی پرپیمون و خیلی قشنگتری هم بوده طبیعتا. مدت ها پیش ورود به پادشاهی ممنوع بود، انگار بعد از یه فاجعه بزرگ ممنوعش کرده بودن. دروازه های زیادی بسته بود، ولی چاه قدیمی ما به عنوان راهی برای برگشت به داخل باقی مونده.
در طول سالیان افراد مختلفی مثل سرگردان‌ها، دزدها و ماجراجوها از این چاه برای نفوذ به ویرانه‌ها استفاده کردند. چه خنده داره که تعداد کمی برمیگردن، شاید چیزی که می‌خواستن رو پیدا کردن. من ساده‌لو نیستم، بیشک همه‌شون اون زیر دفن شدن تو اعماق خاطرات بیشتون، اما خاطرات بیشمار زیادی وجود داره. اون صخره بلند پشت قبرستون رو دیدی؟ اون فقط پایه یه صخره خیلی بزرگتره. اونجا کلی معدن و ماشینالات و انواع و اقسام سنگ‌های ارزشمند وجود داره. خیلی از مسافرهای شهر خاک دوست دارن مستقیم برن اونجا. خب اینجا که هیچه. پاتماس جیو؟ خب فعلا کلید نمیخرم. یه سمیان پیشه باپ نادا اینو میخرم. نقشه گورستان، بعدش حتما اینو میخرم که اون لوکیشن اون گیاهایی که در واقع چیز بودن، گیاهایی که ما میزدیم دریم نیل زدیم و چیز میزاشون رو برداشتیم، لوکیشن اونا رو به همون بده، به دردمون میخوره. برمیداریم. این یکی چیکار میکنه؟ قبر و زیارتگاه های جالب که توی مپ مهم منو باشون کار داریم، اینا رو هم به همون نشون میده. اینم میخرم. این هم بخریم دیگه، ضرر که دیگه نداره که، حالا دیگه تا اینجا اومدیم. این هم میخریم. بله. خب حالا در واقع من وضعیت مپمو توی گورستانم دیگه میدونم چه خبره. دو ساعت اونم که گذشت، ولی یاد نداره. بریم یه نقطه بشینیم فقط. بذارید بشینم که مپم آپدیت کنم. خب الان اگر نگاه بکنید، لوکیشن اون سه نفری که ماسکا رو داشتن دیگه داریم میبینیم. لوکیشن اون سه تا ماسک دارا الان دیگه اینجاست. من دیگه هر وقت بخوام، یعنی در واقع هر وقت که نه، واقعا باید برم سراغ این سه تا. این سه تا رو باید باهاشون یه کارهایی انجام بدم. داستان دارن برای خودشون که حتما باید سراغشون باید بریم و کارهاشون رو باید انجام بدیم. اما یه دسر این بر اینجا رو یادتون هست؟ همونجا وایسا. کسایی که سعی میکنن این پادشاهی رو ترک کنن نفرین میشن. بهتره همینجا استراحت کنیم تا زمان خودش متوقف بشه. امید و آزادی. فکر میکردم قدرت به تنهایی میتونه اینا رو واسم به ارمغان بیاره. توی رویاهام ریشه های اون مرض رو با بیخام میبردم و بعد با نوک سلاحام پادشاه رو هدف میگرفتم. وقتی توی این مکان مقدس از خواب بیدار شدم، کم کم متوجه شدن اونایی که امیدوارن محکوم به فناهن. سرگردان، هنوز امیدواری؟ فرار میکنی؟ یا سلاحت رو بالا میبری و هر دومون رو به فنا محکوم میکنی؟ بچه میتونید اینجا باش مبارزه بکنید. یه باس فایته. این یکی از کاراکترهایی که علیه پادشاه قیام میکنه و پادشاه در واقع رو دیدیم توی قبل اینکه اصلا چیزی ببینیم نوشته بودش اینجا مکان کساییه که در واقع خیانت کردن به امپراتوری. اینم بکشیمش. این باس فایت ساده ای نیست بچه‌ها، این یه مقداری اذیتمون میتونه بکنه. مراقب اتکاش باشید چون اینا رو میاره سمتتون. اوه دا
این چارت هایی دیگه داره اتک میده. آی گفتم این باست یه مداری میتونه اذیتتون بکنه، همون که داره من اذیت میکنه. حالا اتحالا بمیرم. آه بالاخره لنون مرد. هورا بالاخره لنون رو کشتن. اب نهارم ولی خوب شد از یه جهت، به خاطر اینکه الان میتونید تازه ببینید که چه شکلی کار میکنه مکانیزم مرگ. نزدیک هم هستیم، در نهایت هیچیمونو لوز نمیدیم. بهتر بود بود ساده تر مبارزه میکنم. خیلی بی خودی پیچیدش کردم. اینو بچه ها حتما باید بزنیدش، که اگر نزنیدش این در واقع سولاتون بر نمیگرده. چجوری این نخور؟ آی آی بعد الان میمرد، ولی بالاخره الان مرد. بعد نزدیمش، خوبم نزدیمش، ولی نات بد. میتونیم الان به حرفای آخرش گوش بدیم. آه حالا میفهمم، اونایی که علیه پادشاه اقدام میکنن از همون لحظه‌ای که سلاح در دست میگیرن محکوم به فناهن. من رو خائن خطاب نکن، خیلی ساده احمق صدام بزن. میدونم که فرار نمیکنی، هر کجا که بری من تماشات میکنم. و از اینجا با مرگش به ما 100 تا به ما جایزه داد، و الان میتونیم بریم پیش پیشگو و ازش جایزه بگیریم. چرا که نه، چون گفته بود اگر 100 تا به دست آوردی بیا من به جایزه میدم. بریم جایزه چی بهمون میده. جایزه برای ما چی داری؟ پیشگو. خب آه برف راشتنده، تو برگشتی. بذار یه نگاه به میخ رویا بندازم. به این زودی 100 تا جوهره جمع کردی؟ چه سری. اینجور کارا تو خونت مگه نه؟ تعجبی نداره که رویا سازها تلاش داشتن تو رو توی اون رویای قدیمی دفن کنن. شاید اونها رو میترسونی، یا شاید چون خودشون زندانیان میخواستن هم نشینشون بشی. زندانیان؟ رویا ساسا یعنی اون 3 نفر زندانیان؟ همون هرا و اینا، اون 3 نفری که ماسکاشون هم دیدیم. در هر صورت همچنان راه درازی در پیش داری، ولی راه درازی در پیش داری. این جوهر قدیمی رو، جواهر قدیمی رو به عنوان تشویق از من بپذیر، و وقتی 200 جوهر جمع کردی برگرد به همون. دیدین مهر لانه مقدس داد. پس خب خوب شد، چیزهای خوبی گرفتیم. ما هنوز کار داریم توی اینجا. ما این بالا رو بعدم باید بیایم، این پایین رو باید قشنگ بچرخیم. توی اینجا کار داریم، ولی حداقل فهمیدیم که ما 3 تا لوکیشن خیلی خیلی مهم داریم برای اینکه بخوایم سراغشون بریم. و این لوکیشن ها در واقع میبینینشون، یکیش اینجاست، یکیش اینجاست، یکیش هم اینجاست. پس ما باید مفصل اینجا رو بگردیم. کار داریم، کار زیاد داریم، و باید به وقتش به همه این برنامه ها برسیم. بریم برای جنبندی. خب بچه ها، اینم از اپیزود 4 واکترو و داستان بازی هالو نایت.
تو این اپیزود یه سری چیزهای خیلی مهم فهمیدیم، در مورد 5 شوالیه پادشاه فهمیدیم، در مورد 3 نفری که دارن یک فداکاری رو انجام میدن در کنار هالو نایت برای برقرار نگه داشتن امپراتوری لانه مقدس. درباره بیماری بیشتر فهمیدیم که این بیماری چی کار داره با این شهر میکنه و گذشته این شهر چه وضعیتی داره. یه سری چیزای این شکلی متوجه شدیم و با قابلیت دریم نیلی که پیدا کردیم به واسطه صحبت با 3 رویاساز متوجه شدیم که میتونیم ذهن آدم‌ها رو بخونیم و ببینیم به چی دارن فکر میکنن. و این یکی از چیزهای فوق‌العاده است، یکی از اتفاقای فوق‌العاده‌ای که توی این بازی میفته و حالا هرچی بریم جلوتر قشنگ و قشنگ‌تر میشه این اتفاقات. ممنون از اینکه با من همراه بودین، امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. اگر این اپیزود رو دوست داشتین لایکش بکنین، کامنت و البته سابسکرایب فراموش نکنین. اگه سابسکرایبتون پیده بود حتما برای من دوباره، یعنی خودتون ببینید چنل رو که گزینه سابسکرایبتون پیده یا نه و فلان اینا، که دوباره سابسکرایب بکنید. طبیعتاً این کمک میکنه که بتونید سریعتر ویدیوها رو ببینید و سریعتر دیدن ویدیوهای من توسط شما باعث میشه این ویدیوها بیشتر ریکامند بشه. لایک هایی که میزنید تاثیر داره توی ریکامند بیشتر شدن، کامنت هایی که میذارید به همین شکل و این شکلی بیشتر این کمک رو من میکنید. اگر هم دوست داشته باشید راه های دیگه برای حمایت از من وجود داره، میتونید توی لینک هایی که توی دیسکریپشن هست ریمیت برید، اگر دوست داشتید میتونید دونیت کنید، اگرچه هیچ کدوم اینا اجباری نیست. بهترین حمایت از من دیدن ویدیوها توسط شماست، بیشتر از این من چیزی ازتون نمیخوام. دمتون گرم، مرسی که با من همراه بودین، امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعد و ماجراجوی دیگه، فعلا خدافظ.